سلام به شما شنوندگان رادیو پیام، امیر هستم، در خدمت خانم سلماز محمودی هستیم و بحثی داریم و صحبت و گفتگویی در رابطه با مقاله جدیدی که ایشون اخیراً منتشر کردن. سلام خانم محمودی، حالتون چطوره؟ و خیلی ممنون از اینکه این فرصت دادی که با هم دیگه بحث و گفتگویی داشته باشیم. سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان برنامه شما و سپاس ویژه از شما که منو توی برنامه‌تون دعوت کردین و برای این موضوع تو برنامه‌تون وقت گذاشتین. خواهش میکنم. خانم محمودی، اخیراً شما مقاله‌ای رو نوشتین یا موضوعی رو مطرح کردین در رابطه با سقط جنین. میشه اگه امکان داره یک خلاصه ای از این که اون مقاله اصلا در رابطه با چیه و هدف شما از نوشتن این مقاله و این موضوع، در واقع شاید بگه هدف شما از طرح این موضوع چی بوده؟ مهمترین مسئله ای که باعث شد من این مقاله رو بنویسم نیاز جامعه ایران و نیاز زنان ایران هستش و اینکه موضوع سقط جنین به خاطر اینکه یک موضوعی هستش که یه تابویی روش هستش، صحبت کردن در موردش شاید سخت باشه، مشکل باشه و زنان یک جامعه، خود جامعه هنوز نتونسته باشه در مورد این موضوع به راحتی صحبت بکنه. و من فکر میکنم به خاطر اینکه این موضوع یکی از مهمترین موضوعهای سلامت جامعه، سلامت خانواده هستش، ما باید بتونیم در مورد هر موضوعی با هم صحبت بکنیم و ببینیم چه راه حل‌هایی میتونیم پیدا بکنیم. اگر به موضوع سقط جنین در ایران نگاه بکنیم و به عنوان یک معضل بهش نگاه بکنیم، تبعات و عواقبی که محدودیت سقط جنین به همراه داره، سلامت زنان، سلامت خانواده و به این شکل سلامت جامعه رو در خطر میاندازه و ما باید ببینیم که چطوری میتونیم با امکانات موجود و شرایط حاکم حداقل های نیازهای یک جامعه رو به دست بیاریم و یا درخواست بکنیم نیازهامونو. بله، شما صحبت از سلامت خانواده و جامعه کردین. این مگر این موضوع چه کمکی میتونه بکنه که، یعنی در واقع چه خطراتی جامعه رو داره تهدید میکنه اگر موضوع سقط جنین نباشه؟ هر گونه محدودیتی، حتی اگر اون محدودیت برای یک زن باشه، اون جامعه به نظر من نیاز داره که در این مورد فکر بکنه و ببینی که چطوری میتونه این مشکل و نیاز اون یک زن رو، اون یک خانواده رو حل بکنه. اگر ما در مورد محدودیت سقط جنین یا ممنوع بودن سقط جنین صحبت میکنیم، ممنوعیتی که این قانون به همراه داره باعث نمیشه که سقط جنین انجام نشه و باعث میشه که ما سقط جنین‌های غیر قانونی داشته باشیم. غیر قانونی بودن میتونه ایمن نباشه، میتونه بهداشتی نباشه، هزینه خیلی بالایی داشته باشه. برای مثال همین ستا میتونه انتخاب یک زن رو برای مادر بودن تحت تاثیر قرار بده و به این شکل اون خانواده زیر فشاره و وقتی که یک خانواده زیر فشاره نمیتونه به خوبی بیعمل بکنه در جامعه و یک خانواده سالم باشه و به این شکل باعث میشه که جامعه به سمت یک جامعه مریضی پیش بره. موضوع سقط جنین یک موضوع بسیار جنجال برانگیز و پیچیده‌ای هستش و این نه تنها حالا از جنبه مذهبی، حتی روشنفکران هم این مسئله رو نگاه میکنن، از ابعاد مختلف این موضوع رو نگاه میکنن، از زاویه حالا چه مذهبی و یا از لحاظ اینکه اصلا این جنینی که در شکم مادر هست یک انسانه و آیا ما این حق رو داریم که این حق حیات رو از اون انسان بگیریم. گاهی نظر بر این هست، حالا طیفی از روشنفکران این نظر رو دارن که به جای مسئله سقط جنین و فعالیت روی این موضوع، باید ما روی در واقع تأمین اجتماعی و فراهم کردن امکانات برای یک مادر تا بتونه بچه رو به دنیا بیاره کار کرد. آیا نظر شما چیزی جدایی از این هستش که این روی موضوع سقط جنین دارین بحث میکنین؟
من فکر میکنم تا یه حدی با این نظریه موافق هستم، اینکه تأمین اجتماعی زنان و تأمین اجتماعی خانواده خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. این برمیگرده به بحث اقتصادی موضوع سخت جنین، ولی حتی اگر ما تأمینات اجتماعی هم داشته باشیم، زنان یک جامعه از نظر اقتصادی تأمین شده باشن و وابسته به همسر یا پدر خودشون نباشن، ولی باز حق انتخاب یک زن به عنوان یک انسان اینجا مسئله هستش. اینکه تأمین اجتماعی داشته باشن خیلی مهمه، خیلی مهمه که بعدا در مورد موضوع اقتصادی سخت جنین هم صحبت خواهم کرد، ولی انتخاب یک زن برای مادر بودن هم مهمه. بر فرض مثال من تأمین اجتماعی دارم، من شغل خوبی دارم، همسرم شغل خوبی داره و من به طور ناخواسته باردار میشم، این دلیل نمیشه که من تأمین اقتصادی میشم، تأمین مالی هستم، بچه‌مو باید نگه دارم. نه، شاید من به عنوان یک زن دلم نخواد اصلا مادر باشم. من اول یک زنم، یک انسانم و وقتی که انتخاب میکنم میتونم مادر باشم. این دوتا مقوله کاملا جدا از همه. اگر در مورد بحث اقتصادیش بخوایم صحبت بکنیم، اگر در مورد ممنوعیت و محدودیت سخت جنین بخوایم صحبت بکنیم، هزینه سنگین و هزینه بالای سخت جنین باعث میشه که خیلی از خانوم ها، خیلی از خانواده ها اون بچه رو نگه بدارن و در اصل این بچه یک بچه ناخواسته ای هستش و همونطور هم که همه میدونن نگهداری بچه، بزرگ کردن بچه پول احتیاج داره و وقتی که به اقتصاد ایران نگاه میکنیم با تورم 40-50% بزرگ کردن یک بچه فشار مضاعفیه برای پدر اون خانواده، که بیشتر مواقع هم پدر اون خانواده شاغل هستش و مادر خونه نشسته و داره بچه داری میکنه. این که محدودیت سخت جنین باعث میشه که بعضی از زنها مجبور به مادر شدن باشن و این باعث میشه که پدرهای اون خانواده سختی بیشتری بکشن، باید بیشتر کار بکنن، اون خانواده رو، اون زن و شوهر رو زیر فشار میذاره و روابط زن و شوی اونها هم زیر فشار قرار میگیره. این موضوع همونطور که گفتم خدمتون، این بسیار مقوله پیچیده، جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی داره. شما خودتونم به خیلی چندین مورد این تا حالا اشاره داشتین. بله، یک موردش هست که زن نمیخواد بچه رو داشته باشه، بعضی ها از رابطه خارج از ازدواج باردار میشن که متاسفانه جامعه این رو هنوز نمیتونه بپذیره و باید اون رو سقط بکنن. بعضی ما علاوه اقتصادی مسئله ساز تحمل این رو ندارن. بعد خب خیلی مسئله دیگه هم هستش که جامعه وظیفه داره، مثل داشتن شیرخوارگاه ها، مهد کودک، اجازه دادن به این که به هر حال مادر بتونه بچه رو شیر بده، مدتی در خانه بمونه بعد از زایمان، حقوق پیدا بکنه. خب اینا ببینید، اینا یه سری خواسته های در واقع اجتماعی هستن و نیازهای اجتماعی که وظیفه هر دولت و جامعه است که اینا رو فراهم بکنه. بحث من همین بود که آیا ما باید این موضوع، چون حتی اگر ما موضوع سقط جنین را هم به فرض آزاد بکنیم، حالا خارج از اون جنبه های انسانی، اخلاقی و غیرش که اون بحث جداگانه است، باز هم این موضوعات آیا به نظر شما تحت تاثیر قرار نمیگیره؟ یعنی اینکه فقط متمرکز بشیم روی موضوع سقط جنین، نه روی مسائل دیگه ای مثل نیازهای اجتماعی که باید مطرح بشه؟ ما باید ببینیم که چطوری میتونیم با امکانات موجود و شرایط حاکم با پرداخت کمترین هزینه بیشترین دستاورد رو داشته باشیم. وقتی که ما در مورد سخت جنین به عنوان یک ایدئال، به عنوان یک هدف، یک آرمان نگاه میکنیم، باید ببینیم که آیا اصلا این دست آوردنی هست توی این شرایط فعلی، آره یا نه. ولی باید ببینیم که
چطوری میتونیم این موضوع سخت جنین رو به عنوان یک بهانه ای ازش استفاده بکنیم تا چیزهای دیگه ای به دست بیاریم. همین موضوع هایی که شما بهش اشاره کردید، پرداخت حقوق زنان وقتی که تو دوران نقاهت بعد از بارداری هستن، مهد کودک های نیم روزه یا کل روز برای اینکه زنانمون بتونن شاغل باشن، همه اینا رو ما میتونیم در مورد صحبت بکنیم که یک زن به راحتی بتونه برای مادر شدن انتخاب بکنه. یا خیلی ساده استفاده از روش های پیشگیری از بارداری، فرهنگ سازی استفاده از برای مثال کاندوم برای آقایون که یاد بگیرن که استفاده بکنن. یا الان مثلا توی ایران آقای، اگر من اسمشون درست بگم، آقای مکارم شیرازی گفته که باید عملهای جلوگیری از بارداری در ایران به عنوان جرم و قابل تعقیب باشه. خب این خودش جدا از این که اصلا نقض حقوق بشر، حقوق زنان هستش، این برای جامعه اصلا خطرناکه. اگر ما در مورد فرهنگ سازی استفاده از روش های جلوگیری از بارداری صحبت بکنیم، این خیلی کمک میتونه بکنه که حتی توی رابطه های خارج از ازدواج کمک کنه که خانوما باردار نشن. ما نمیتونیم جلوگیری بکنیم از این عریضه طبیعیمون که ما نیاز به روابط جنسی داریم، حالا جدا از معقوله اخلاقش. من به عنوان یک انسان میتونم انتخاب بکنم که رابطه جنسی داشته باشم یا نداشته باشم و شاید به طور ناخواسته باردار بشم، ولی اگر ما یاد بگیریم که من میتونم از قرصهای ضد بارداری استفاده بکنم، اون آقا یاد بگیری که باید از کاندوم استفاده بکنه، میتونه کمک بکنه که ما دستاوردهای بیشتری داشته باشیم. همچنین استفاده از کاندوم فقط برای جلوگیری از بارداری نیستش، این به بهداشت و سلامت هم خود آقایون هم خود زنها کمک میکنه، اینکه به بیماری های مقاربتی مبتلا نشن، به هم بیماری های مصری به هم چیز نکنن، این همه کمک میکنه به سلامت و بهداشت جامعه در کل، نه فقط یک فرد یا یه آقای یا یه زن، انسان، یک جامعه. ما داریم در مورد یک جامعه صحبت میکنیم. بله، البته اون اشاره که شما به آقای مکارم شیرازی داشتید، اصولا سیاست جمهوری اسلامی بر مبنای اینه که جمعیت اسلامی رو بیشتر کنه و اصولا بنایی هم بر به رسمیت شناختن حقوق زنان ندارن اینا و نداشتند اصولا، برای همین هم هست. برای پایان این گفتگو من سوالی رو از شما بکنم. این مسئله سقط جنین یکی از شعارهای اصلی فمینیستی هستش اصولا، در از خواستهای فمینیستی هستش و برای همین هم از بحث داغی هستش. آیا شما این خودتون فمینیست هستید یا اینکه این شعار رو، آیا این مسئله رو از زاویه فمینیستی نگاه میکنید یا نه؟ منو ببخشید که اینجوری سوال کردم، بیشتر برای اینکه مخاطبین ببینن آیا دارن با چه دیدگاهی روی قضیه بررسی میشه و نگاه میکنن. هر کسی که به حقوق برابر بین انسانها، زن و مرد، اعتقاد داره یک فمینیسته. و اگر این به این معناست که من فمینیست هستم، من با افتخار از همینجا اعلام میکنم که من فمینیست هستم و این موضوع خیلی خوب، از این موضوع هم خیلی خوشحال هستم. ولی من این... ببخشید منظورم این نبود که بده یا خوبه، من فقط خواستم وارد چیز بکنم. و این مقاله صرفا یک شعار فمینیستی نیستش. شاید خیلی به نظر بیاد که ما داریم در مورد سخت جنین صحبت میکنیم، آزادی روابط، نه، این تبلیغ نیست برای سخت جنین، این تبلیغ نیست برای آزادی روابط جنسی، نه، ما داریم در مورد سلامت خانواده صحبت میکنیم، در مورد سلامت یک جامعه صحبت میکنیم که به خاطر به دنیا اومدن یک فرزند در اصل ناخواسته، اون خانواده زیر فشاره. توی اقتصاد ایران ما باید فکر بکنیم
بکنیم که چطوری میتونیم این موضوع رو حل بکنیم. و وقتی که مسئله سلامت زنان در میان هستش، فکر نمی کنم که موضوع فمینیستی یا فمینیست باشی یا نباشی در میان باشه. ما داریم در مورد سلامت یک انسان صحبت میکنیم، سلامت یک جامعه صحبت میکنیم. و اگر ما خواستار پیشرفت ایران هستیم، پیشرفت و بهبود شرایط زنان و ایران هستیم، فکر میکنم که ما باید در هر موردی صحبت بکنیم، هر چقدر که سخت باشه یا ناراحت کننده باشه. بله، نه تردید نیچ، قطعا ما هم برای همین آماده هستیم همیشه تا بحثای سخت و به قول شما چیز رو انجام بدیم. من هم کاملا معتقد هستم که این بحث ها بسیار سازنده هستش و محیط رو باز میکنه برای بررسی بیشتر و عمیق‌تر مشکلات جامعه. من ممنونم از شما به خاطر وقتی که ما دادین. قطعا یک موضوع بسیار مهم هست. ما در بحث های گذشتمونم در این رابطه به هر حال کار کردیم. امیدوارم بتونیم این بحث رو در آینده بیشتر تعمیق بدیم و امیدواریم که شما را هم داشته باشیم در بحث‌های آینده و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنون از شما، هم ممنونم که این وقت رو به من دادید که با هم در این مورد صحبت بکنیم. خواهش می‌کنم. با درود، رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفکس، 5 بعد از ظهر تهران، روزهای یک شنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید. To CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.